و از محبت و مهمان نوازیشون من متمتع شدم. اون وقت الان در این شرایط ببینم فیلم هایی که ما میبینیم از اینها، دوستانی که از اونجا تلفن میکنن، ببینی آب و غذا در اختیار این مردم نیست، جاده ها مسدود شده، مغازه های اینها به قول معروف بیزینس هاشون الان همه رو آبه، آبی که میخوان مصرف کنم خودشون بخورن و به بچه ها بدن، اینها متاسفانه با فاضلاب مخلوط شده. خدا میدونه چه امراضی در اینها توسعه پیدا خواهد کرد. شما میفرمایید که بودجه امسال تعیین نشد، بودجهشون کجاست؟ بودجه پیش یه عده ایست که ما اسمشون رو نمیتونیم تلفظ بکنیم، کسانی هستن در خارج، کسانی هستن که ایرانی ها نمیشناسن، عماد مغنیه رو ما نمیشناسیم، اسماعیل هنیه رو ما نمیشناسیم، شیخ حسن نصرالله رو نمیدونیم کیه. پول یک مملکت غنی ثروتمند دست اونهاست. اون وقت بودجه مسائل بحرانی در استانها پرداخت نشده. این بودجه نباید حالا پرداخت بشه، باید مدتها پیش پرداخت میشد. یه آبنبار نیست که مردم ازش استفاده بکنن. خانم گرامی، بیش از 500 تا دهکده و شهر کوچیک در ایران هست که با تانکر آبیاری میشه. میدونید مفهومش چیه؟ یک دقیقه فرصت بید. یعنی این که میگن سه شنبه تانکر میاد، پیر زن، پیر مرد، بچه، قد همین پسر بچه، اینها از دهشون 3 کیلومتر راه میان، تو آفتاب تو جاده میستن. حالا تانکر کی بیاد؟ وقتی بیاد به هر کس یه دونه سطر و یا یه پیچ بیشتر نمیده. 3 کیلومتر باید برداره ببره خونه این آب و بد مصرف. این یعنی بی آبی. یعنی مردم ایران دارن حس میکنن کم آبی و بی آبی و عدم مدیریت، حس میکنن با جونشون، با پوستشون، با تنشون. بنده ابتدای عرایزم عرض کردم که من باید جلوی گریه کردن خودم رو به این وضعیت بگیرم. من خوشحالم جای آقای روحانی نیستم. اگر اینو دو دستی تو سینی بیارن این مقامو به من پیشکش بکنم نمیپذیرم. البته این شرایط خود ایشون و امثال هم ایجاد کردن تو این مملکت، کسی از خارج نیومد. اونطور که میگویند آقایون، هیچ به هیچ وجه این مسائل تقصیر آمریکا و اسرائیل و اینا نیست، خود ما کردیم این شرایط رو ایجاد کردیم. همین آقای قالیباف که الان رئیس مجلس، ایشون برگشت گفت اگر بودجه مثلا شهرداری تهران 10 برابر هم بشه، بنده حضور داشتم تو اون جلسه، گفت اگه 10 برابر هم بشه تغییری حاصل نمیشه، به خاطر اینکه ما مدیرهای خوبی نیست. چرا مدیرهای خوبی نیستیم؟ به خاطر مدیرهایی که اینو قبلا عرض کرد، مدیرانی که کارساز بودن، میتونستن، میشناختن شرایط رو، اینها رفتن. حالا اینو عرض بکنم چیکار میشه کرد؟ سعدی علیه الرحمه میفرماید، سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل. من اینو تبدیل به زجری میگم، زجری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان شد الا به روزگاران. سالها مسامحه، سالها فراموشی، سالها مدیریت بد و ناپسند رو، و سالها استفاده از مدیران نالایق اومدن و رفتن و این شرایط ایجاد کردن. یه مرتبه ما بخواهیم یک شبه درست کنیم، نه، نمیشه. مردم ما نهایت شرافت، نجابت، تحمل رو دارن، به خرج میدن در این شرایط. باور بفرمایید که ما یک روزش رو نمیتونیم تحمل بکنیم. آب آشامیدنی که حق ماست به قول جناب کوسن، این ازشون دریغ شد. ما یک روزش رو نمیتونیم. چه باید بکنیم؟ من امیدوارم اونهایی که نالایق هستن و دارن حکومت میکنن برن جاشون رو بدن، با کمال شرافت به کسانی که توانایی دارن، دانش دارن و
شاید این یک کار مثبت رو در زندگیشون برای ایران و ایرانی انجام داده باشن و الا من فکر دیگری و چاره دیگری به فکرم نمیرسه.